خب مشنیم و مطالب دیگه را که آقای مسیح به او اشاره کرد. خراسان به حیث یک مفهوم جیوپولیتیک هم در دوران موجودیت احمدشاه دورانی و هم در زمان جانشینانش تا سالهای 1719 مستدام وجود داشته و تنها با تشکیل دولت متمرکز افغانی و سرداری عبدالرحمن نام نو سیاسی افغانستان به گونه نهایی شکل رسمی حقوقی را به خود میگیرد. در سه دهه نخست صده 20 در شرایط نو تجدید تضادهای اجتماعی تاجیکا دوباره شرکت کنندگان رخدادهای سیاسی بزرگ شدند. درباره جنبش دهقانی تاجیکای افغانستان در سالهای 28 و 29 به رهبری حبیب الله کلکانی و فرمانروایی کوتاه مدت او در افغانستان رساله ها، اسناد و مدارک نگهداری شده زیاد وجود دارد. تکانه های اجتماعی سالهای 20 صده 20 در افغانستان و از جمله به قدرت رسیدن و فرمانروایی کوتاه مدت نماینده تاجیکا پیامد منطقی و قانونمند تضادهای ژرف اجتماعی اقتصادی و قومی سیاسی نابرابری های اقتصادی و ملی بود که در جامعه افغانی وجود داشت. دوستان عزیز، تبار بی دولت پایندگی ندارد. دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در اینجا مفهوم ما انتقاد بالای آقای مسیح نیست. در اینجا هدف ما روشن کردن موضوع است، برای اینکه اگر این ویدیو را سخنرانی آقای مسیح جوانای تاجک میشنود، جوانای ملیت های دیگر در افغانستان میشنود، نظر به شخصیتشان و مقامشان در دولت گذشته به او وزن میده. بنابراین هدف ما ایست که ما ای را کنکاش کنیم، ما ای را نقد کنیم، ببینیم که آیا ای ادعاها نظر به شواهد تاریخی، شواهد علمی درست هستن یا نیستن، و ای برای خود ما هم کمک. خب در این بخش ما شنیدیم که آقای مسیح می فرمایند که خراسان با مفهوم جیوپولیتیک آن تا دهه 70 صده 19 هم به صورت مستدام وجود داشته. و خب اول این موضوع رو میبینیم، یعنی و میگن که تنها در زمان عبدالرحمن خان بود که اسم افغانستان به اصطلاح عام شده. خب جیوپولیتیک یعنی جیو، یعنی جیولوژی، زمین، سرزمین، و پولیتیکشن سیاست هم میگیم، سیاسی، اداری. میگن که خراسان با مفهوم جیوپولیتیک تا دهه 70 وجود داشته. خب این به این ارزیابی کنیم دوستان عزیز، به همراه آقای مسیح این ارزیابی کنیم، ببینیم که چطور این مطلب درست است یا نیست. ما به مفهوم جیوپولیتیک تا اگر با یک مفهوم تا به امروز وجود داره، یک ولایتی است در ایران که به نام خراسان نام داره، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، به حساب جیوپولیتیک ببینیم اونجا وجود داره. اما اگر منظور آقای مسیر دولت باشه، هرگز وجود نداشته. ما به نام که باز مخصوصا این دولت و به حساب خراسان که آقای مسیح توضیح کردن که خراسان شرقی یعنی افغانستان هم در بر بگیره، به این مفهوم هرگز وجود نداشته. خب بیایید اول خراسان رو ببینیم، خراسان کجاست. این مسائل آرزوها و که ما بروی احساسات صحبت کنیم، نه، بروی شواهد عملی در روی اسناد، در روی کتاب ها، در روی واقعیت موجود در بیرون این باید ترسیابی کنیم. خب بیایی بریم خراسان از کجا پیدا شد. شما اولین دفعه که ما مشنویم از در زمان عصر اسلامی اعراب وقتی آمدن این منطقه گرفتن، پایتخت خود در مرو قرار دادن. مرو شامل خراسان میشه. فعلا در ترکمنستان قرار داره. و از مرو و نیشاپور که فعلا در ایران قرار داره، یا اردوش در خراسان پا
پایتختش هست، هر دو شهر در خراسان واقع شده، ای شک نیست، بالای مناطق تا به ایران و تا به غرب حکومت میکردن و تا ماوران نهر یا حکومت کردن، پیش رفتن و تا هرات آمدن و تا کابل آمدن و تا اینجا جنگ ها کردن یا تا قندهار اینجا و بلخ اینجا وسعت دادن، اسلام معرفی کردن. اما خراسان کجاست؟ خراسان باید تعریف کنیم. اول از عرب صحبت کنیم. عرب در زمان هارون الرشید، در زمان هارون الرشید وقتی میخواست به سرای خود به حیث والی های مناطق مختلف روان کنه، این فرمان صادر کرد و ولایات را که به سرای خود روان کرد در اون نام گرفته. مثلا میگه یک، اول عراق، یمن و حجاز و برخی از شام در اوج محمد امین، سرش امین والی شد. دو، خراسان، باید دقت بشنویم دوستان، خراسان، ماورا و نهر و هند و سند و نیمروز و کابل و زابلستان عبدالله مامون نمقرر کرد. سوم، برخی شام، مغرب، آذربایجان، روم و زنج و حبش و شعیر معتمن مقرر کرد. خب علاقمندی ما شما خراسان است. شما ببینین که برای اعراب آن زمان، برای دربار هارون الرشید، خراسان کجا بود؟ خراسان ای تمام مناطق از نیشاپور تا کابل و تا بلخ اینجا نبود. بعضی که هر کمشه جزان برای نام میگیره، او میگه خراسان و ماورانر، بنابراین ماورانر خراسان نیست و شاملش نبوده به نظر اعراب. و هند که در وقت می دریای سنده که میگذش امیق مناطق برام هند یاد میکرد، و سند خب یام خراسان نبوده، و نیمروز، نیمروز هم خراسان نبوده، و کابل، کابل هم خراسان نبوده، و زابلستان، زابلستان از سیستان است تا به قندهار اینجا، یام خراسان نبوده. اینه عبدالله مامون مقرر کرد. پس خراسان از لحاظ جیوپولیتیک آقای چیز که میگن آقای مسیر، از لحاظ جیوپولیتیک یعنی یک اداره باشه، یک واحد باشه، یا اداری باشه، یا سیاسی باشه که این واحد جیوپولیتیک میگیم، از لحاظ جیوپولیتیک خراسان یک ولایت بوده که امور قسمی که میبینیم فعلا خراسان شمالی، خراسان جنوبی در ایران واقع است، و در شمال، در جنوب شرق ترکمنستان مروای مناطق یا بود، و شمال غرب افغانستان که شامل هرات میشه، بادغیس میشه تا شیندن و برخی کمی هم از غور، اینی مناطق به نام خراسان، ولایت خراسانی بود که در اونجا حکام روان میکردن. مثلا حکامی را که سامانی ها داشتن در خراسان، معلوم است امین آقای مسیر میتونه برای ببینه که در زمان سامانی ها در خراسان حاکمشان کی بود، در قندهار کی بود، در کابل کی بود. ما در زمان شیبانی ها، خود شیبانی آمد که ما خراسان میگیرم، رفت خیرات گرفت، مناطق گرفت. اما در اون زمان بابر در کابل بود، بابر به کمک والی خراسان تیموریا شتاف، اما وقتی دید که شیبانی ها قدرتشان زیاد است از هرات، پس کابل آمد. وقتی کابل میرفت به هرات میگفت که میرم خراسان، بلدی که خراسان تحت خطر شیبانی ها قرار داره. همچنان بابر در کتاب بابرنامه نوشته کرده که سرکی که از قندهار میره طرف خراسان ای کوه نداره، هموار است، بسیار آسان است رفتنش، و تجارت هند به طرف خراسان از این صورت میگیره. و همچنان ما داریم وقتی که جورج فورستر انگلیسی از سفر میکرد از طریق کابل و قندهار اونجا، از بنگال آمده بود میرفت پرشیا، فارس و روسیه،
ای وقتی از کابل آمد به قندار و از قندار که رفت تا به شیندند رسید ای طرف غرب حرکت میگرد. وقتی قافله کاروان شتر از یا طرف شمال روی خواهد کرد، کسایی رفته باشند از قندار هرات یا میفهمند که از قندار تا به شیندند مستقیم طرف غرب سرک است و بعد از این ای روی سرک طرف شمال میشه میره به طرف هرات. وقتی این کاروان از روی از این طرف شمال شد به طرف هرات شد، یادم در کتاب خود نوشته میکنه که ما فردا به حوالی خراسان میرسیم. بنابراین این خراسان لحاظ ژئوپلیتیک وجود نداشته به شکل دولتی که ما او را یاد کنیم. اگر کسانی بعد از ایجاد دولت مستقل افغانستان و امپراتوری عبدالی و درانی اشاره کردند که احمدشاه درانی پادشاه خراسان است، ای برای که در او وقت نام افغانستان عمومیت نیافته بود، نام افغانستان به تدریج تا 20 سال بعد عمومیت یافت. یعنی بعد از احمدشاه عبدالی که قدرت در قندار میگیره دولت افغانی رو میسازه، اسم افغانستان وجود داشت. اشارات شده که ار کتاب سیف ایروی که بخونین به افغانستان اشاره شده، یمی مناطقی از جنوب کابل به بعد به ایس افغانستان میگفتن. همچنان در امی کتاب بابرنامه بابر که کسی بخونه در این گفته میشه که کسی سوال میکنه که در جنوب کابل کدام مردم است جواب میتن که مردم کابل جواب میتن کسایی که بودن، میگه که چیز است همه اینجا افغانستان است، جنوب کابل همین جنوبی پکتیا لوگر یا کلش به نام افغانستان یاد میشه. یعنی این اسم وجود داشته در این منطقه، اما این اسم زمانی عام شد که دولت مستقل احمدشاه عبدالی ایجاد شد و این دولت هویت داشت که او از هویت پشتون بود و چون ایرانی ها و ترک ازبک ها و از ایرانی ها چون فارس ها بگیم چون ایرانی ها دو وقت وجود نداشتند، چون فارس ها و پشتون ها افغان خطاب می و از زبان فارس ها همچنان ازبک ها و ترک تبار ها افغان خطاب می کردن و بعد اعراب هم از زبان ایرانی ها از زبان فارس ها این افغان خطاب کردن. بنابراین اینجا اختمی مغالطه وجود داره که بعضی ها در می اشتباستن که افغان و پشتون در بینشان اشتباه وجود داره. بله خود پشتون ها پشتون است، البته اشارات هم در بعضی جای شده برام افغان، برای که وقتی شما به این عمومیت که در این فارس ها و تاجیک ها و فارس ها و تاجیک ها البته خودشان افغان خطاب میکردن و همچنان ترک تبار ها و در کتاب های بیای و هندی ها هم از او با اشاره به او افغان خطاب کنن، ای بنابراین بعضی پشتون ها هم میگفتن که این افغانی قبول داشتن، برزو مهم نبود، میگفتن چی افغان بگویی چی پتان بگویی چی پشتون بگی برای ما یکیست. خب وقتی که دولت پشتون ماهیتش که اگر افغان بگوییم با ماهیت افغانی ظهور کرد، برزی که قوم بزرگ و قوم حاکم منطقه بود و به می خاطر یا قادر شدن دولت بسازن، اگر تاجیکا اینجا قوم حاکم می بود دیگه پشتونا رو چطور یک اقلیت میخواست میتونست دولت بسازن؟ خب باید پشتونا به این اندازه قدرت داشته باشن که اردوهای بزرگتر بسازن و قومندان های عسکری بزرگتر مانید احمدشاه عبدالی بیا داشته باشن و حتی پشتون ها رو میبینیم که افغان ها رو میبینیم تا هرات نفوذ داشتن. عبدالی های هرات چه قدرت شد؟ خود احمدشاه عبدالی بعضی ها میگن که در هرات تولد شد چون پدرش در اونجا والی بود و بعضی ها میگن که در ملتان تولد شده، ولی
شاید هم در هرات درستر باشه، یعنی ابدالی های هرات یا بس یا نفوذشان وقتی که تا هرات با او 300 سال قبل به اندازی بوده باشه که بعدها میبینیم که دولت ابدالی هرات میسازن، صفویه را زیرا شکست میتن و دولت خود میسازن، باید در اکثریت بوده باشند، باید در نفوذ زیاد داشته باشند که این کار را بتانن بکنن. بنابراین با می صورت وقتی که ما در قندهار نفوذ یک پشتون ها زیاد است یا به حساب گفتی ایران یا فارس و افغان ها زیاد است یا نفوذی بیشتر داشته باشند، در هرات نفوذ داشته باشند و در کابل اینجا را بازی که احمد شاه با گرفت نفوذ داشته باشند، بنابراین این همه با این دولت به دولت افغان خطاب میشه، این طبیعی است، این دولت خطاب میشه، این نام افغان عمومیت رو بیشتر پیدا میکنه و بیشتر پیدا میکنه و که به می حساب است که ما میبینیم در زمان تیمورشاه پسر احمد شاه بابا در زمان 1782 در زمان 1782 یک جهانگرد در اینجا عبور میکنه که در او جهانگرد ببخشی نیست، یک کسی است به نام جورج فورسر که مامور شرکت هند شرقی بوده و این شاید هم جاسوس بوده باشه، به یقین این وظیفه داده من که شما از این راه غرب برو طرف فارس و ببین که اینجا چی گپ است، کدام کشور هاست، کدام ممالک هست، اینجا کسی نفوذ داره نداره، این دولت احمد شاه عبدالی امپراتوری عبدالی را ارزیابی کو بازم تو روسیه برو. وقتی این میایه این نام کتاب خود بعدن که نوشته میکنه به نام نام افغانستان در عنوان کتاب نوشته میکنه و این کتاب اینجا دارم شما نشان میتونم دو جلد و این در عنوان کتابش هست، افغانستان در عنوان کتاب شامل است. و نه تنها در عنوان کتاب اسم افغانستان شامل است بلکه در بسیاری از صفحات از این اکثریت صفحات از این هرچی اشاره وقتی به سرزمین میشه و دولت میشه به نام افغانستان میشه، دریاهای افغانستان، آب و هوای افغانستان، پیداوار افغانستان، مردم افغانستان به نام ملت افغان نشته میکنه و حدود در بیش میگه از این دولت ها. که میگه از شاپور تا خلیج کنبای در گجرات این وسعت داره. خب به این حساب ما میبینیم که اسم افغان و ما خدمت شما در اینجا کرونولوژی اشاره به اسم افغان خدمت شما عرض میکنم که به ترتیب چی گونه کمی اشتباه کاملا لفه شود، دیگه کسی بر ما نگوید که در زمان عبدالرحمن خان نام افغانستان گذاشته شده. ما دیدیم که در سال 1782 کمی جورج فورستر از افغانستان رفت، این نام افغانستان در کتاب خودش تکد و این بعدا چاپ شد در لندن و به تعقیب از او در 1789 یعنی این قرن 18 است، در حالی که آقای مسیر میگن در قرن 19 تا دهه 70 هم خراسان بود و بعد از او افغانستان شده، در وقت امیر عبدالرحمن خان، این درست نیست. این حال ما قرن 18 را اول بهتر میگم 1782 قرن 18 است، بعدا در 1789 وقتی که چیز زمان شاه پسر تیمور شاه را از هند رفته بود که هندی ها میخواستن او به انگلیس ها را اونجا بکشه، اما خبر شد که ایرانی ها یا فارس ها از غرب حمله کردن و ای آمد تا دفع هرات اینجا را کنه و دمی زد خورد و او را انگلیس ها تشویق کرده بودن، رفته بودن حیاتشون به ایران، شاره دیده بودن، نام محیطشون اسمش مهدی علی خان بود که خودشون که ایرانی بود از بمبئی رفته بود. خب در این جنگی که بین افغان ها و دولت زمانشاه
و دولت قاجاری صورت گرفت در غرب، در این جریان وزیر اعظم دولت قاجار حاجی ابراهیم نام داشت. این حاجی ابراهیم یک مکتوب رسمی نشته میکنه به عنوانی وزیر اعظم دولت افغانستان که وفادار خان نام داشت، و در این مکتوب این حاجی ابراهیم اولین شخصی است، اولین شخص رسمی است از یک دولت خارجی که اسم افغانستان به کار میبره. حاجی ابراهیم وزیر اعظم دولت قاجار در سال 1789 در مکتوب رسمی عنوانی صدر اعظم دولت افغان نوشته میکنه که اسم او نوشته میکنه که کار ما یا دولت شاهی فارس هدف نداره که افغانستان تمامش اشغال کنه، همیتونش نمی کنه، بلکه ما می خواهیم که همی برادر کلان پادشاه را که شاه محمود نام داره این را به حکومت هرات برسانیم. ما فقط به حکومت هرات پسنده می کنیم و دیگه افغانستان پیش از زمانشاه باشه ما به او کار نداره. یعنی اسم افغانستان را این مکتوب نشته میکنه، دولت افغانستان نشته میکنه. و به جهابزی وفادار خان وزیر اعظم زمانشاه در مکتوب رسمی نشته میکنه که اگر شما به دولت و حکومت افغانستان به بالای افغانستان حمله نمی کردید به این رقم میشه میکنه، اگر شما بالای افغانستان حمله نمی کردید ما تا حال انگلیس ها را از این کشیده بودیم، ولی به خاطر شما ما مجبور شدیم اینجا پس بریم. یعنی در این دو مکتوب رسمی اسم افغانستان رسما نوشته میشه. این قرن 18 است که دولت و کشور به نام افغانستان یاد میشه. ما عنوان دیگه را که در قرن 18 کسی دیگه را شخص مهم دیگه را که در قرن 18 به اسم افغانستان خطاب کرده، ای اسدالله خان غالب استش. مرزا اسدالله غالب شاعر شهیر اردو زبان که بسیار معروف است در زبان اردو، یک کتاب هم در نثر داره که به نام خطوط غالب مشهور است. ای در ای کتاب خط به کسی از پیشش پرسیده بود که همین موضوع خان چیست، همین کلمه خان میره برای ما تعریف کنین که چطور بچی ای کیر میگن، چرا میگن. و ای شما میفهمین که در هندوستان خان بسیار مردم مثل عمران خان و شاهرخ خان و غیره اسم خان زیاد به کار میره. و ای نوشته میکنه اسدالله خان غالب که خان به صورت عام به مردمان افغانستان اطلاق میشه. خب اینجا اسم افغانستان مفهوم منظور ما اسم افغانستان است، با آن که در همه افغانها را ما خان نمیگیم. خان ما کسایی را میگیم زمیندار باشه، زمیندار باشه، صاحب رسوخ باشه، او را به خان به او را خان گفته میشه. من یک وقت متخصص منتقد بودم در میدان هوایی سووا در فیجی پایان شدم، یک تاکسی را گرفتم، این تاکسی مرا طرف شهر می برد. این آدم پرسید گفت دیدم که چریش و افغانه می برد کلا هم پیران دومانش افغانی بود. گفتم که تو اسم چیست؟ گفت ابراهیم. گفتم ابراهیم خان. گفت نه نه من خان، من زمیندار نیستم، زمین ندارم، من تاکسی دارم، مرا خان گفته نمیشه. ولی پشتون بود، پشتون چیز بود که از پشتونایی بود که از هند رفته بودن به فیجی زندگی میکردن. خب میبینیم که در قرن 18 یک شاعر معروف، یک آدم معروف که هر کس در هند و پاکستان بشناسه، افغانستان به نام افغانستان یاد میکنه، یعنی نه به نام خراسان. خب بعد میگیم به قرن 19 آقای مسیح میگن که در
تا دهه 70 قرن 19. در حالی که در دهه اول قرن 19 ما یک معاهده را دولت انگلیس امضا میکنه با دولت قاجاری ایران که در 1805 امضا میکنه و این معاهده را بر ضد افغانستان امضا میکنه و همچنان بر ضد ناپلئون است. خب زیادتر راجع به افغانستان است و در این گفته میشه که اگر دولت افغانستان نمیده گفته میشه بالای دولت شاه حمله کنه، منظور شاه قاجاره است، حمله کنه شاه دولت فارس یک نیروی غول‌پیکر همسی نشته میشه تنظیم میکنه و بالای افغانستان از غرب حمله میکنه و او را دست میده که هرگز دیگه باید حمله نکنه. میبینیم که این در کتاب محمود محمود تاریخ رابط انگلیس و ایران ایر ذکر شده. خب این در یک سند رسمی که انگلستان امضا کرده با ایران هر دوش با کلمه به عنوان کلمه افغانستان به سرزمین موافقه دارن و این استعمال ما تورک دیم قبلا هم فارس ها همه کلمه افغانستان قبول داشتن و در مکاتب رسمی استفاده کرده بودن. ما در هیچ وقت در هیچ سنده وجود نداره که ایرانی ها به افغانستان و خراسان خطاب کرده باشند. همین هر کسی که خلاف از این میگه لطفا همین سنده برای من نشان بده یا پست کنه در زیر این ویدیو که کدام سند است که صفوی ها همین افغانستان بحث خراسان گفته باشد یا بعد از او قاجاری ها و یا گفته باشد. در حال که صفوی ها دو بیگلربیگی داشتن، یکی بیگلربیگی قندهار بوده که بیگلربیگی هرات بود که بیگلربیگی والی نمیگن به زبان ترکی و چون خود صفوی ها ترک تبار بودن به این خاطر این بیگلربیگی میفتن. بنابرای خراسانی وجود نداشت در گفتار ازوا. من یک نقشه را خدمت شما در اینجا میگذارم که در این نقشه در زمان صفوی ها حدود دولت صفوی را نشان میده وقتی که از قندهار تا هرات و تا به خود تا سایر مناطق تا به بغداد اینجا دولت صفوی بود این را یک نقشه کشته یک تیم آلمانی به خواهش دولت فارس و در این واضح هر حدود هر حوزه نوشته شده که حوزه مثلا کرمان، حوزه فارس، حوزه خراسان در این آمده و حوزه خراسان در این معلوم است که کجاست. در این معیه را شما خودتان توجه کنید یا اون جایسته که من قبلا اون توضیح کردم و این کل افغانستان به این صورت در بر نمیگیره، کابل در بر نمیگیره، قندهار در بر نمیگیره. خب بعدا در سال 1809 در قرن 18 بازم در قرن 19 خدمت شما رو میکنم در قرن 19 در 1809 البته دولت قاجار هم که از میکنم 1905 قرن 19 بود این نمو سده اولش بود. در سده اول قرن 19 بعد هم خود الفنستون مونستوارد الفنستون به افغانستان میره به پشاور به شاه شجاع میرسه و یک هیئت بزرگ 100 نفری با شان و شوکت به حیث سفیر کشور سفیر انگلیسا میره و این معاهده را امضا میکنه با شاه شجاع به ارتباط حمله احتمالی ناپلئون و یا توافق میکنن که در مورد با هم همکاری کنن و این یک کتاب نشته میکنه. این کتاب به نام گزارش سلطنت کابل که در این خود مونستوارد الفنستون نشته میکنه که خب
در کتاب باید رفرز بده که سرزمین زیر دست شاشجا کدام کشور است. در اینجا او میگه که من ایر خبر دارم که جورج فورست ایر افغانستان قبول داشت و علی گفت اینجا یک تعداد مردم است که خراسان میگن من ایر قبول ندارم که خراسان ایر منطقه را بگویم برازی که تمام سرزمین افغانستان خراسان نیست. همه تنشته میگن و یک تعداد مردم میگن که ای افغانستان است، یک تعداد میگه پشتونخواست و به ما گفت بهترین امو نام را که میخوایم امو را پیش خود انتخاب کنم و در کتاب با او رفرنس بتم امی افغانستان را نما رفرنس میتونم نوشته میکنم. خب ما همچنان در قرن 19 در دهه سیش در سال 1837 وقت شاه قاجار شهر هرات محاصره میکنه و بعد از 9 ماه نمیتونه شهر حصار هرات بشکنانه و هرات تسلیم شوه، این هزیمت میکنه و البته در آخر بعد از 9 ماه در 9 ماه این هم در آخرش اوایش انگلیس ها هم به بندر بوشهر میاین و چند توپ میزنن بندر بوشهر و ایرانی ها از هرات هزیمت میکنن و میرن و این شاه مجبور است که امی شکست خود یا عدم قابلیت خود که ایراد بگیره میخواد به مردم خود توضیح کنه و در او نوشته میکنه که در او اسم افغانستان در این منشور خود به کار میبره. هر کس اشتباه داره این منشور آقای شاه محمد قاجار است که میکنم ایره بخونه ایره ببینه در این مشهور سند معروفی است. ای در تمام همه کتاب محمود محمود هم ای ذکر شده آمده و از ای در ای اسم افغانستان به کار میبره. بنابراین ما باید قبول کرده باشیم باز از این قصنات که اسم افغانستان سالها پیش از امیر عبدالرحمن خان در زمان تیمورشاه ای عام شد و بعد از او به صورت رسمی استفاده می شد و این وجود داشت. خب موضوع مهم دیگه که آقای مسیر در این بخش آخر دمی بخش بحری خود ذکر کردن موضوعی بود که گفتن که تاجک ها و یا کسایی که در ادارات دولت افغان پوستهایی داشتن از تاجک ها یا در جستجوی در یا سهم گرفتن در اشاعه تبلیغات که اصلاحات به ادهی دولت. خب ما این شک ندارم این کار حتما شده و سهم داشتن ما این اسپیشون نمیخوایم که بگیرم این سهمشون برازنده هم بوده. اما این که میاین میگن که بعدا میگن که قیام حبیب الله کلکانی را به عنوان قیام دهقانی در امی موضوع اصلاح کردن و بهبود نظام دولتی افغانستان ایرش یا قلمداد میکنن و میگن که نظر به استبداد و شرایط نابسامانی که در شرایط نابرابری که در کشور وجود داشت از لحاظ طبقاتی و قومی در اینجا این قیام صورت گرفته این کاملا اشتباه است و کاملا نادرست است. ما انتظار نداشتم شخصی به سطح آقای نجیب الله مسیر با او مقاماتی که در دولت افغانستان داشته که حتی شنیدیم که گفتن معاون صدراعظم هم بوده که این مقاماتی که در دولت افغانستان داشته
یو و میگن که استاد پوانتون هم بوده، بنابراین با دانشی که یاد داشتن فکر نمیکنم. همچنان با توجه به اینکه آقای مسیر لحاظ ایدئولوژی وابسته به مارکسیسم لنینیسم هستن و بودن و این ایدئولوژی اقدر با داشتن ایدئولوژی کسی اقدر به قهقرای قومی سقوط نمی کنه که یک دفعه سیار سفید بگوید و ماست بگوید سیاس. قیام حبیب الله کلکانی یا بچه سقاو در زمره سایر قیام هایی که در زمان امیر امان الله خان صورت گرفت، مانند قیام ملا هلنگ در جنوبی و قیام شینواری، مردم شینواری در سال 1928 در شینوار در ننگرهار، این سه قیام ماهیت چون یکی بود، هر سه قیام ارتجاعی بود، هر سه قیام هدفش بازگشت به شریعت اسلامی بود در کار دولت و در کار قضا و در کار اداره کشور افغانستان. ما قیام حبیب الله کلکانی وقتی به قدرت رسید چی کرد؟ برنامه اعزام شاگردان افغان به خارج منع کرد، از جمله برنامه اعزام کسایی که به تبابت میرفتن منع کرد، سهم زنان، سهم دادن زنان در امور خدمات اجتماعی و رفع حجاب لغو کرد، انکشاف مطبوعات را لغو کرد، اصلاحات مالیاتی را لغو کرد، مالیات کاملا لغو کرد، گفتن مالیات دیگه من نمیگم، اعمار ساختمان های دولتی را لغو کرد در زمان امیر امان الله خان، یک جنبش بزرگی برای ساختن تعمیرات دولتی رخ داده بود که این آثارش تا امروز میبینیم، به شمول پهمان و به شمول قلعه تاج بیگ و همچنان معروف است دارالامان، قصر دارالامان. امیر حبیب الله کلکانی یا بچه سقاو گفت دیگه یک پیسر سر تعمیرات استفاده نکنیم، خط آهن لغو کرد، معرفی قانون اساسی را لغو کرد، قوانین مدنی و جزایی را لغو کرد، پوشیدن لباس های اروپایی را لغو کرد برنامه‌اش، و همچنین امان الله خان یک کار دیگه هم کرده بود، یک برنامه اسلامی بسیار مهمی داشت و اون لغو بردگی بود. خب یک آدم دست چپی، یک آدم مارکسیست لنینیست، یک آدمی که از اگر با این عقیده سیاسی وفادار باشه و این عقیده سیاسی را احترام کنه و با این داشتن این عقیده سیاسی و مقامات عالی دولتی رسیده باشه، چطور میتونه دفعتن به عمق ارتجای سیاه که حبیب الله کلکانی نمایندش بود نزول کنه؟ و به خاطر که حبیب الله کلکانی تاجک است، ای او را قیامش قیام طبقاتی نام بگذاره و او را نماینده تاجک ها بگویه و بگویه که یک قیام دهقانی بود. بچه سقاو
و یا حبیب الله کلکانی را قیامش تمام روحانیون معروف هدایت دادن و با او موافق بودن و او را تشویق کردن. به طور مثال شمس الحق مجددی پیر گلبار که خود حبیب الله کلکانی مرید است، ای رفتنش به طرف کابل تایید کرد. و همچنان فامیل مجددی و تمام گروه نقشبندیه ای از کلکانی حمایت کرد و ای مرتجین و ای به اصطلاح این نوی که آقای مسیر و کارود معنویت، این رهبرهای معنویت چی میخواستن؟ میخواستن دوباره بر سرتخت سلطنت کابل کسی بنشینه که او حاکمیت شریعت را دوباره احیا نماید و تمام اصلاحات دوران امین امان الله خان لغو کنه، و این هم واقعی شد. بنابراین ما تأسف میخورم از این که ما به خاطر از این که تاجیک هستیم، ما از یک عنصر دست راستی که بر ضد ترقی استفاده شد و به خاطر امی قیام از او پیشرفت افغانستان و اهداف مدرنیتی افغانستان برای حد اقل 30 سال عقب افتاد و ما تا به امروز ضربی زیر میخوریم، بخیزن و به خاطر ای که از قوم تاجک است ما او را حمایت کنیم، مگر ای که اقدر به شفا آمدن که بعد از 1000 سال یک کسی از قوم تاجک به سلطنت رسیده، از هر هدفی که داشته و هر میاری که او به قدرت داشته باشه، او صرف نظر از او مورد تاجک. خب این مربوط خود شده. در این برنامه امروز سخنی روز ما تحلیل و نقد صحبت‌های آقای مسیر تابانیجا بسنده میکنیم و بهمینجا ختم میکنیم و شاید در آینده بالای نکات دیگه که در صحبت‌های خود اظهار داشتن در او و بالای اون نکات تفسیر کنیم. سپاس تشکر از توجهتان. خداحافظ.